اشتباه حاشمی تلگر سیاسی از آنکارا آقای هاشمی گزارش های رسیده همونطور که گفتیم نشون میده که یک ماه گذشته حداقل 20 استاد به دلیل همراهی با خیزش مهسا از دانشگاه ها اخراج شدن این نوع برخورد های حکومت نشان دهنده چیه درود بر شما بینندگان عزیز برخورد حکومت با اساتید دانشگاه و دانشجویان که همچنان ادامه داره نشون روند خالص سازی که در دانشگاه در جریان است و همینطور بست اقتدارگرایی که توسط حکومت داره انجام میشه جمهوری اسلامی سال گذشته بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی یک جلسه ای رو در واقع در سوم دی ماه شورای امنیت ملی برگزار کرد که در اون گفت مسئله اصلی در دانشگاه ها مسئله دانشجویان اصلاح اساتید و اصلاح فضای فرهنگی دانشگاه هست که بعد از اون مسببه ما دیدیم که آین نامه انضباطی جدیدی به دانشگاه ابلاغ شد طبق اون آینامه با بیش از دو هزار 800 دانشجو برخورد انضباطی صورت گرفت با حدود 500 استاد تماس گرفته شد به کمیته های انضباطی فراخونده شدند از این میان حدود 200 استاد رو از دانشگاه ها کردند و باقی رو تحت فشار قرار دادند که همکاری بکنند با مسئولین دانشگاه اما این روی کرد در دانشگاه ها ناشی از اون ترسی هستش که در اعتراضات سال گذشته بود از اون بازداشتی هایی که در اعتراضات سال گذشته گرفتند میتونیم بفهمیم که حدود 725 دانشجو دستگیر شدند که اگر این آمار رو در... مقیاس کل بررسی بکنیم می‌بینیم یک هفتم کسانی که در این اعتراضات بازداشت شدن دانشجویان بودند باز بیش از 2800 از دانشجو احکام انضباطی دریافت کردن این هم باز نشون دهنده این هستش که دانشگاه در بحث اعتراضات زن زندگی آزادی نقش فعال و غیرقابل انکاری داشته حالا این امنیتی سازی رواج رواج شبه علم حضور نیروهای حامی حکومت در دانشگاه و تبدیل دانشگاه به یک نهاد پروپاگاندا مثل حوزه مثل قرارگاه اینها چیزی است که جم جمهوری اسلامی به دنبال اون هست که خب البته هنوز بهش دست پیدا نکرده خاطرتون باشه آقای خسرو پناف دبیر شورای انقلاب فرهنگی باز بحث تفکیک جنسیتی رو مطرح کرده بود و گفته بود که ما در دانشگاه ها نیاز داریم که قرارگاه تشکیل بدیم یعنی این باز خودش نشون دهنده این هستش که فهم مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به اون روی کرده که در دانشگاه ها هست چقدر ناقصه اینکه دانشگاه یک نهاد مستقل و علمی بمونه و بتونه با استفاده از راهکارهای علمی برای عبور از بحران ها برنامه ریزی کنه برای نیل به توسعه برنامه ریزی کنه خارج شده و الان تقریبا به یک نهادی تبدیل شده که خیلی کارایی به سابقه خودش رو نداره و دانشجویان و اساتید به سختی دارن در این شرایط مقاومت میکنن که بتونن حضور داشته باشن همچنان در دانشگاه ها. متشکرم از توضیحات شما مشتبه هاشمی تلگر سیاسی از انکارا